سرخط خبرها. حدود 700 هزار نظامی روسی در اوکراین می جنگند. 8 نظامی اسرائیلی در غزه در آتش سوختند و حریف شدند. وزیر داخلی ایران بار دیگر بر اخراج تمام اتباع غیرمجاز تاکید کرد. در یک روز تقریباً 2000 مهاجر افغان به طور داوطلبانه و اجباری از ایران برگشتند. به کانال انفو تیوی خوش آمدید. حدود 700 هزار نظامی روسی در اوکراین می جنگند. زلنسکی از آن کرد که مشکلاتی از قبیل سربازگیری و مسئله روحی سربازان در ارتش اوکراین وجود دارد و روسیه در شمار سربازان و ساز و برگ نظامی بر کیف برتری دارند. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه اعلام کرد که حدود 700 هزار نظامی روسی در اوکراین می جنگند. پوتین در دیدار با سربازانی که مورد تجلیل قرار گرفتند، گفت حدود 700 هزار سرباز در منطقه‌ای که عملیات ویژه نظامی ما در حال انجام است، حضور دارند. رئیس جمهوری روسیه در دسامبر گذشته در کنفرانس مطبوعاتی سالانه خود به مناسبت پایان سال اعلام کرده بود که 607 هزار سرباز روسی در عملیات رزمی در اوکراین شرکت دارند و از این تعداد 244 هزار نظامی بسیج شدند. این تازه ترین آمار شمار نیروهای روسیه در اوکراین پس از حمله بزرگ زمینی مسکو در ماه مه در منطقه خارکیف شمال شرقی اوکراین است. مسکو به ندرت از خسارات جنگی خود صحبت می کند و از توصیف این منازعه به عنوان جنگ امتناع ورزیده و آن را عملیات نظامی ویژه می نامد. آمار کشته های ارتش روسیه چی مقدار است؟ آخرین آمار رسمی روسیه از کشته‌های این کشور در اوکراین به سپتامبر 2022 باز می‌گردد که آن زمان شمار آنها را 5937 سرباز اعلام کرد. این در حالی است که بسیاری از تحلیل‌ها و ارزیابی‌های مستقل سازمان‌های اطلاعاتی غربی تعداد کشته شدگان ارتش روسیه را ده‌ها هزار نفر تخمین زده‌اند. روسیه در مقایسه با اوکراین از برتری در شمار سربازان شرکت کننده در جنگ برخوردار است. کیف با کاهش حداقل سن مجاز برای خدمت وظیفه، مجازات فراری ها از خدمت سربازی را تشدید کرده است. ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین در ماه می اعلام کرد، ما نیاز به پر کردن تیپ های ذخیره داریم. تعداد زیادی از تیپ ها خالی هستند. شمار کشته های اوکراین زلنسکی در فوریه اعلام کرده بود که حدود 31,000 نظامی اوکراینی طی 2 سال اول جنگ کشته شدند. خبر دوم، فرستاده بایدن برای منع وقوع جنگ تمام ایار میان حزب الله و اسرائیل به تل آویو می رود. سایت خبری آکسیوس، هوخشتاین دوشنبه راهی اسرائیل خواهد شد و ممکن است به بیروت نیز برود. وبسایت خبری آکسیوس به نقل از 2 مقام اسرائیلی که نامشان فاش نشد، گزارش داد که آموس هوخشتاین، یکی از مشاوران ارشد جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، روز دوشنبه راهی اسرائیل خواهد شد تا از تبدیل تشدید تنش کنونی میان اسرائیل و حزب الله به جنگی تمام ایار جلوگیری کند. این سایت خبری اعلام کرد، پیش بینی شده، هوخشتاین با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل و یوآو گالانت، وزیر دفاع دیدار و درباره راه‌های کاهش تنش میان اسرائیل و حزب الله گفتگو کند. خبر سوم، 8 نظامی اسرائیلی در غزه در آتش سوختند و حریف شدند. منابع اسرائیلی از کشته شدن 8 نظامی این رژیم در پی انفجار یک نفر برخبر می دهند. گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس گفت، منابع ابریزبان از جمله وبگاه حدشوت بزمان نوشتند که در پی انفجار یک نفر بر در غزه، تمامی 8 سرنشین آن درون شعله های آتش کشته شدند. به گفته این منابع در پی انفجار مین ضد تانک در مسیر این نفر بر تمامی سرنشینان آن که در خواب بودند، کشته شدند. برخی منابع نیز از اصابت موشک ضد ذره به این نفر برخبر می دهند. هنوز منابع رسمی ارتش اشغالگر واکنشی به این خبر نشان ندادند، هرچند تایید تمامی این خبر از سوی رژیم اسرائیل بعید به نظر می رسد. روز گذشته نیز ازالدین قسام اعلام کرد که گروهی از نظامیان اشغالگر اسرائیلی در پی انفجار یک تونل بمبگذاری شده در منطقه هی الزیتون در شهر غزه کمشته و زخمی شدند. تا
تلفات وسیع ارتش اشغالگر در غزه در شرایطی است که این رژیم به شکل قطره چکانی و با سانسور شدید تلفات خود را اعلام می کند. همچنین ارتش اسرائیل نهادی تحت عنوان اداره سانسور نظامی دارد که زیر مجموعه اداره اطلاعات نظامی ارتش اسرائیل به شمار می رود و رسانه های اسرائیلی هیچ خبری را بدون تایید این نهاد نمی توانند گزارش دهند. خبر چهارم، وزیر داخلی ایران بار دیگر بر اخراج تمام اتباع غیرمجاز تاکید کرد. وزیر داخلی ایران بار دیگر بر اخراج اتباع غیرمجاز تاکید کرد و گفت که کشورش نمیتند این افراد را بپذیرد. احمد وحیدی گفت که تمام اتباع غیرمجاز باید به کشورشان بازگردانده شوند و آنهایی هم که مانعی برای حضورشان نیست، سازماندهی و نظارت شوند. رسانه‌های ایرانی گزارش دادند که احمد وحیدی در حاشیه نشستی در استان فارس گفت نمی‌توانیم اتباع غیرمجاز را بپذیریم و اصولاً سقف پذیرش اتباع عدد مشخص و بر اساس نیاز بازار کار و اطلس مشاغل تهیه شده است. رسانه‌ها و مقام‌های جمهوری اسلامی عبارت اتباع غیرمجاز را عمدتاً درباره مهاجران افغان در ایران به کار می‌برند. این نخستین بار نیست که وزیر داخلی ایران نسبت به اخراج مهاجران افغان هشدار می‌دهد. ماه گذشته نیز احمدی وحیدی گفت در سال گذشته 1,300,000 مهاجر غیرقانونی از ایران اخراج شدند. او افزود که ایران اتباع جدید را نمی‌پذیرد و همه اتباع غیرمجاز باید از ایران خارج شوند. پس از تسلط طالبان بر افغانستان در اسد سال 1400، شمار قابل ملاحظه‌ای از مردم به کشورهای دیگر از جمله ایران رفتند. جمهوری اسلامی ایران هر هفته هزاران مهاجر افغان را بازداشت می‌کند و به افغانستان باز می‌گرداند. این در حالی است که در یک روز تقریباً 2,000 مهاجر افغان به طور داوطلبانه و اجباری از ایران برگشتند. وزارت مهاجرین طالبان اعلام کرد که 1,958 نفر روز شنبه به صورت داوطلبانه و اجباری از ایران به افغانستان برگشتند. این وزارت در خبرنامه‌ای نوشت از این تعداد 315 نفر برای دریافت کمک به دفتر سازمان بین المللی مهاجرت معرفی شدند. در این خبرنامه که روز یک شنبه در صفحه فیسبوک وزارت مهاجرین طالبان منتشر شده، آمده است که همه این افراد از مرز اسلام قلعه ولایت هرات وارد افغانستان شدند. پس از تسلط طالبان بر افغانستان در اسد سال 1400، شمار زیادی از مردم به کشورهای دیگر از جمله ایران رفتند. سپاس فراوان که من را تا این دم همراهی کردید. لایک، اشتراک ویدیو و سابسکرایب را فراموش نکنید.